أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بين استعين انه خير ناصر و معين. من عیسا سحرخیز هستم که با اسامی مستعاری مثل فرناز قاضی‌زاده، محمد قوچانی، احمد زیدآبادی، مسعود بهنود، سید محمد خاتمی و اسامی دیگری فعالیت هایی در مطبوعات و مسائل اصلاح طلبی و فتنه‌گری داشتم. مدتی اسمم اصلاح طلب بود، بعد فتنه‌گر شدم. بعد دوستان مسئولان لطف کردن به ما گفتن فتنه‌گری. بعد چند ماه قبل در اثر زحمات دوستان از برادران عزیز بازجو ما به نفوذی تغییر نام دادیم و در حال حاضر بازجویان عزیز به من گفتن که شما از این به بعد بی بی سی هستید و الان توی خونه هم من رو انگلیسی صدا میکنن. نه اینکه انگلیسی صدا میکنن، نه، یعنی در واقع به من میگن انگلیسی، اوی انگلیسی، اینجوری منو صدا میکنن، چون خیلی عادت دارن که با بی احترامی هم با من حرف میزنن. من میخوام درباره مسائلی اعتراف کنم که در همین مدت پیش اومد. من در همین ماه قبل، دقیقا یک ماه و نیم قبل بود که از زندان اوین من فرار کردم. به من یک مأموریتی واگذار شد و از طرف استکبار جهانی، دیگه استکبار جهانی که با ما ارتباط داشت که ما نفوذیش بودیم. در واقع ما از یک محلی که ما نفوذ میکنیم به نظام توی این همین سالن باز آموزشگاه شهید کچویی، اینجا این بغلشیم ما، اینجا رو که بری انفرادی رو که رد کنیم، اون ته بغل هموم یه سوراخه که ما از اون سوراخ به نظام نفوذ میکنیم، که برای همینم اکثر کسایی که به نظام نفوذ میکنن اینا یه راست میان تو زندان اوین. و بعد من اونجا چون مأموریت داشتم دیگه از اونجا رفتم بیرون و به من گفتن یه قراریست با یه خانومی که البته ما قبلا قرار با یکی دوتا خانوم گذاشته بودیم، ولی اینجوری نبودن اونا، که البته من اونا رو اعتراف کردم که یک خانومی بودم به اسم الیزابت، که ما رفتیم ایشون همین توی تهران توی خونه ای تو شمال شهر بودن، که ما با خانم الیزابت نشستیم صحبت کردیم، که خانم الیزابت به من گفتن که من الیزابت ملکه انگلیس هستم. و من بهشون گفتم که آبجی، همینجوری که آدم نمیتونه نظر بگه من الیزابت ملکه انگلیسم. گفتم شما کارت شناسی، آیدی کارتی، کارت شناسی، کارت ملی، شناسنامه، پاسی چیزی داری؟ دست کرد دیدم پاسپورت در بود و همینجور دیدم نوشته الیزابت دکوین، که من دیگه گفتم من مخلصتم، خیلی کوچیکیم. و من قیافه ایشون رو دیده بودم، البته قبلا هم یک کسی رو دیده بودم که اون البته او الیزابت تیلور بود که اون وقتی پیر شد مرد، ولی ایشون هرچی پیر میشه همین جوری میمونه، که در واقع من از وقتی که آقای جنتی هم فکر کنم بچه بوده ایشون بودن از اون موقع. که خانم الیزابت به من گفتن که تو باید بری، باید در انتخابات اخیر، که منظورش همین انتخابات بود که الان هست که سه روز دیگه برگزار میشه، ایشون فرمودن که باید بری و ما یک لیست انگلیسی داریم که این رو گفتن یه لیست انگلیسی داریم، برو این رو اینا این 16 نفر یه کاری کن انتخاب شن. ما این لیست انگلیسی رو گرفتیم، خب ما که کاری از دست اون ساخته نیست، ما با مأمور استکباری باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم. منتها گفتم یعنی اینا رو من چیکار کنم؟ گفت اینا باید برن رأی بیارن تو تهران. گفتم انتخابات؟ گفت بله دیگه، انتخابات دیگه، انتخابات پیش رو. بعد ما گفتیم که آبجی آخه اینجوری نیست که شما لیست انگلیسی بدید رأی بیاره، که اینجا شورای نگهبان داره، اونجا نمیذارن، رد صلاحیت میکنن. گفت اونو چیکار داره؟ اون با من، دقیقا اینو گفت، گفت this is with me. اوکی، که من گفتم اوکی شور، که این شورم من قبلا شنیده بودم، که من اینو استفاده کردم. و این خانمم البته من الیزابت کوین کوین میشناختم، منطقه یه کوینی که من میشناختم یه آقای بود، فردی بود اسمش، فردی مرکوری، که اون مرد بود. البته ایشون نه، ایشون ولی زن بود،
که ما برگشتیم اومدیم از همونجا نفوذ کردیم برگشتیم زندان و که ما رفتیم خیلی فعالیت کردیم و تو تمام این مدت ما این لیست انگلیسی رو تو همه جا جا انداختیم که ما یه سری نفوذیای داشتیم توی فیسبوک، توی تلگرام، توی اینستاگرام که خود مارک زوکربرگ بود که بچگی با ما بود و خیلی به من اعتماد داشت. تو تلگرام مثلا ایشون خیلی ساپورت کردن ما رو و ما اونجا رفتیم جا انداختیم، لیست انگلیسی رو جا انداختیم و اینا. و ما منتها ما اصلا امید نداشتیم که چیزی بشه، چون ما گفتیم که بعد اول به خاطر اینکه این لیست رای بیاره بعد نفوذ کنیم تو شورای نگهبان و ما نمیتونستیم به شورای نگهبان نفوذ کنیم. همیشه شورای نگهبان بود که به ما نفوذ میکرد و خیلی هم درد میگرفت. خیلی شورای نگهبان اصلا خیلی درد داره. حتی من سابقه درد داشتم. من موقعی که عیسی سحرخیز بودم حاج آقا محسنی اجدهی بودن اون موقع دادستان بودن، ایشون یک بار مخبایم من یک بحثی داشتن که هر حرفی زدم من قانع نشدم. برای اینکه من قانع بشم یک قندونی بود که ایشون پرت کردن که خورد اینجا. من معمولا اینجا میخوره قانع نمیشم مگر جاهای دیگه بخوره. که بعد ایشون اومدن و چون دیدم من قانع نمیشم دقیقا اومدن این سینه من اینجا سینه من اینجاست، اومدن اینجا رو ایشون دقیقا گاز گرفتن. که بعد من رفتم خونه، خانم نگاه کردن گفتن، یعنی مثلا هم نگاه کردن گفتن که عیسی چی شده اسمشو بگو. گفتم که محسنی اجدهی. گفت فامیلیشو چرا میگی اسمشو بگو. مژگان مهوش چی اسمش. گفتم که خانم این غلام حسین محسنی اجدهی دادستان اون منو گاز گرفته. گفت نه همیشه پای یک زن در میان است. که من اونجا خبرها خوشبختان خبرها منتشر شد که خانمم دیگه چیزی نگفتن. باز جوها بعد از اینکه ما اومدیم دیگه ما دیدیم نه همه این لیست صلاحیت شده نه، ما شروع کردیم لیست انگلیسی رو در ابعاد وسیع جا انداختیم. که ما اومدیم بعد آقای بازجو اومدن به من گفتن که این لیست چیه. ما گفتیم خب لیست دیگه. گفت که این توش این آقای جنتی و یزدی و مصباح نیست. من گفتم که نگاه کردم دیدم که نیست. اگه قرار انگلیسی باشه که خب اونا باید اول باشن. که من گفتم نیستن، من شرمندم ببخشید، لابد جیم شدن. گفت جیم؟ جیم یعنی چی؟ گفتم جیم. جیم شدن یعنی دیگه فرار کردن رفتن دیگه. گفت نه جیم که گفتی منظور چی بود؟ من گفتم والا من منظور ندارم، من تو اصلا تو جمهوری اسلامی که ما منظور نداریم، اونم بیام تو زندان که چه منظوری من میتونم داشته باشم؟ منظور ندارم که. بعدش گفتن نه جیم که تو میگی اول جنتی از دیمسباهه، که یعنی منظورت اینه که نریم به اینا رای بدید، برید به این لیست انگلیسی رای بدید. و من اونجا فهمیدم که جیم یعنی چی. من خیلی متاسفم که ما اینجوری فریب خوردیم. لیست انگلیسی رو ما روش کار کردیم، ملکه انگلیس حرفش رو گوش کردیم که همین کلاه رو و به خاطر 7 پوند که ایشون به من دستمزد دادن و گفتم بین بچه ها تخص کن که من اون پولو گرفتم و همش هم خودم برداشتم. من واقعا خیلی عذر میخوام به خاطر اینکه واقعا من به نظام جمهوری اسلامی خیانت کردم. من تشکر میکنم از بازجویانی که تو این مدت تونستن به ما خیلی با من حرف زدن، با اینجا که خیلی برخورده خیلی برخورده اصلاح گرانهی داشتن که اینجا هم همش اصلاح شد که الان بهتر شده اینها. من تشکر میکنم و اعلام براءت میکنم از فرناز قاضی زاده، از سینا مطربی، از فرناز نکن این کارا رو، انقدر انگلیسی نباش، اون حداقل خودت هم سوختی، بذار اون بچت و اون بچه کوچیک و اونو بین خودت مثل خودت انگلیسی نکن، نذار به آتیش جهنم بسوزی. من اعلام براءت میکنم از مسعود بهنود، از هر کی تو بی بی سی هست، از سی ان ان، از هر چی از بی ام وی، از هر چی پی اچ دی هست، هر چیزی که تشکیل شده از 3 حرف مختصر اعلام براءت میکنم. و امیدوارم که من ناآگاهان از حرفای من پند بگیرن و
به طرف برم بدونن که راه توبه بازه و من واقعا معذرت میخوام از ملت شریف ایران و برید رای بدید به این لیست انگلیسی، رای ندید بدید، یعنی هر کار دلتون، یعنی اینکه ببخشید من. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تمام شد.